Welcome to Zohar Connection Class. پرشای این هفته هست ویکرا. یک کتاب جدید تورا رو ما شروع میکنیم. This is the third book of the Torah. اگه از طرف سفیلتا بریم جلو، کتاب اول is برشید که is a keter. یاد گرفتیم چطوری ما بشیم co-creator، بشیم مثل خدا. کتاب دوم شموت was the chokhma is the wisdom of the Torah, the wisdom of the creator. کتاب سومی که شروع میکنیم کتاب ویکرا is the bina, is the understanding, is the understanding of the Torah. اگه خخما is the wisdom, bina is the understanding. اتفاقا این هفته یک تکس جالبی برام اومد از پروفسور اینشتین، میگفت که anybody can get wisdom. میگه همه کس این wisdom رو میتونن یاد بگیرن. But the trick is the understanding of it. Understanding به معنی practice کردن هم میشه. You have to practice it. اگه یادتون باشه توی چند تا کلاس‌های آخر، چند تا پورشن آخر ما میشکان رو ساختیم. How to build a vessel که لایت بیا توی وسل، لایت بیا توی وجودمون. الان آردی لایت اومده تو وجودمون، ولی باید یاد بگیریم چطوری استفادهش بکنیم. How to activate it, to understand this light. تموم کتاب ویکرا به ما یاد میده که چطوری how to understand this light. ما خونه رو برای ساختیم، اومده تومون، we have it. ولی how to use it, how to practice it, how to manifest it, how to understand it. یک چیزی که زهر میگه که خخما مثل پدر میمونه و بینا مثل مادر میمونه. The father usually is a provider. He has the wisdom که یک فامیلی رو دایرکشن بهش میده. ولی بینا اون مادره که بچه ها رو هاک میکنه. تمام زندگی فامیلی رو امبریس میکنه. Understanding داره. Feed میکنه. مادره که بچه ها رو feed میکنه. پس we are in a point of understanding and embracing this light that we receive. قبل از اینکه به کلاس امروز برسیم، چون قبل از پوریم هستیم، میخواستم بدونیم یک ذره راجع به پوریم صحبت بکنیم که این هفته این کانشسنس پوریم رو داشته باشیم که وقتی به پوریم میرسیم بدونیم what's going on. البته Wednesday night نادر جون is gonna go all away که به ما explain بکنه what is Purim. But it's just to get you ready for Purim. Purim is all about certainty and joy. Holiday Purim is all about emuna, certainty, یقین داشتن و happy بودن. کاری که ما Purim میکنیم، we are happy, we are drinking, we are dancing, we have parties and we are reading from the Megillah. Megillah is exactly like the Torah که به ما certainty یاد میده. پنج تا کار ما تو پوریم باید بکنیم که سریع بهتون میگم که we're gonna be ready for it. اول از همه پوریم is about certainty. It's all about certainty که ما این نوری که available تو پوریم جایی میه که توش certainty باشه. حالا این certainty چطوری ما میتونیم بهش برسیم؟ یکیش از همین کاستوم پوشیدن، با ماسک پوشیدن. یعنی چی کاستوم پوشیدن؟ یعنی که این زندگی is all illusion. I can be anything I want. I have the potential to be anybody I want. این کاستوم ما یادآوری میکنه که این زندگی ما is only a costume. The real thing is our soul. و این soul is pure, happy, he has certainty. دوباره تکرار میکنم، میگیره رو ما از روی چرم میخونیم، exactly like the Torah، همون کانکشن رو داریم که به Torah داریم. بعد یه جایی هست که وقتی که ما اولین کاری که میکنیم باید مگیلا رو گوش بکنیم، بشنویم، بهش کانکت بکنیم، دست نمبر وان که چهارشنبه شب میخونیم. و یه کاستومی هست که وقتی که اسم هامان میاد همه پا میکوبن، دست میکوبن. کابالیستیکلی ما پرونانس میکنیم کاف هی تاف. پاکوبیدن is okay، ولی چیزی که بخواد واقعا افکت داشته باشه روی ما is cough hay tough, is removing the negativity. Haman is a negative force.
ویتیناست که برای ما داوت میاره، شک میاره. وقتی ما کافی تاف رو پرونانس میکنیم، we remove that negativity. کافی تاف از برخای کوهنی من هست، شبات ها که کوهنی ما برای ما برخا میخونن، اون بلسینگی که خودشون پرونانس میکنن با این سه تا حرفا شروع میشه. کافی تاف تو سیدورام هست. It's very important که وقتی که اسم همانو میشنویم کانشیسنس هم داشته باشیم که I want to remove the doubt, all the negative aspect within me by these letters coffee tof. گفتیم دومیش هم هست که بال ماسک میپوشیم که this life is an illusion, is not a real thing. We can be anything we want to be. سومیش هم از gift giving که اونم از certainty میاد، یعنی you give a gift, you share a gift با دوستا فامیلا ما تو پوریم، we share a gift که it's flow of energy, flow of kindness, flow of love. چهارمیش هم از charity to a poor، به یه فقیر ما یه charity میدیم، یه صدقه میدیم که اون love رو تومون create بکنه، هممونو realize بکنم که we all one، هممون یکی هستیم، اون یونیتی رو تومون وجود بیاره. و پنجمیش هم هست که حرف شکل، اونم یه صداقایی هست که میدیم به کنیسا. It's all about sharing and love and caring and it's all come from certainty. چه کسی کادو میده، چه کسی شرطی میده؟ کسی که has a certainty که everything is okay, everything is gonna be okay and I go out of myself که share بکنم. این تا اینجا بود برای هفته پیش پوریم. این هفته که در پیش داریم اینجکت بکنین certainty و joy و happiness که وقتی که به پوریم رسیدیم we have the right vessel. حالا رسیدیم به پرشای هفته ویکرا. گفتیم که ویکرا is all about understanding، ولی این پرشا راجب چی صحبت میکنه؟ راجب sacrifices که حیوانا رو قربانی میکنن. البته لیترالی خود تورا نمیتونیم فقط از روی تورا لیترالیش چیزی یاد بگیریم. You have to understand the secret behind it. What is this sacrifice business? What is this قربانی کردن چه معنی داره؟ تو زندگی من چه ربطی داره؟ و تموم پرشا، تموم این پورشن is about sacrificing your negativity. Sacrificing your ego. همینطوری که گفتم ما یاد گرفتیم توی چند هفته پیش که میشکانی بسازیم، وسله بسازیم، توش نور بیاریم. حالا که ما بخواییم نوره رو ازش استفاده بکنیم، این understanding چطوری ما میتونیم به understanding برسیم؟ By sacrificing our selfishness, our ego. و این پورشن و تموم این کتابه به ما یاد میده که how to sacrifice, how to fight this egoistic and selfishnessی که ما داریم. کلمه‌ای که استفاده میشه توی این پورشن برای sacrifice هست قربانوت. تو قربانوت کلمه کراو هست، یعنی جنگیدن، fighting your negativity. یه کلمه از کاروف که میشه نزدیکی که الان راجبه صحبت میکنیم. و کارم یعنی سرما. کراو به معنی که به جنگ با نگتیویتی، کاروف که نزدیک بشو به این لایته که داریش، و کارم یعنی سردی، چیزی که ما رو از یونیتی، از لاف، از محبت، از کاینس جدا میکنه سرد بودن. You have to be the opposite of coldness to be warm. یه قسمت از زهر رو میخونیم که ببینیم این نزدیکی، این چیزی که زهر روش صحبت میکنه، we draw down the energy and we're gonna explain more. لطفاً راحت بشینین. We are reading from Vaikra portion 51. یکم طولانیه. Don't lose patient. Connect. بذاره این کلمه ها penetrate بکنه. Let it penetrate your body and then I'm gonna explain more. پس portion Vaikra 51. רבי חזקיה, הווה שכיח כמיד דרבי שמעון אמר ליה, האי דאקרי קורבן, קירוב מבאי ליה או קריבות, מאי קורבן, על הידיע הוא לגבי חבריה, קורבן מעינן קטרין קדישין, דמתקריבי כולוהו כחדה, ומתקשרן דה בדה עד דאבידו,
כולו חד ביחודה שלים. להתקנה שמע קדישה דקה חזאי ההד, קרבן לאדוני. קרבן דענין קטרין קדישין לאדוני הוא. להתקנה שמע קדישה וליחודה ליד בדקה יאות בגין דהשתכחו רחמין בקולו אלמין ושמע קדישה דאתר בעיתורי להתבשמה כולה. רבי חזקיה was in the presence of Rabbi Shimon. He said to him, "What which is called an offering, korban, should have been titled bringing near, karov, or drawing near. Why then it is called an offering?" میگه اگه معنی این کلمه از get close ولی چرا بهش میگن sacrificing animal. He responded, "It is known among the friends that the offering is the drawing near of those holy crumbs, namely the sefirot chesed, gevurah, tiferet, netzach, hod, yesod, and malchut, who are the drawn together and manually connected until they are form perfect unity." چیزی که زوهر میگه وقتی که زوهر میگه که نزدیک ما باید بشیم، قربانات به معنی sacrifice ولی نزدیک شدن هست، میگه ما باید نزدیک بشیم به زیرمپین، به خسد، گبورات، تیفرد، نتر، هود، یسو. ما توی ملخوت هستیم ولی نزدیک باید بشیم به این فورسی که اینجا هست. این فورس هم باید بهش میگن یود هی واف هی، اسم خدایی که ما میشناسیم، چون که یود هی واف هی تیفرد و اینکلوسیو هم آلا. میگه ما باید نزدیک بشیم. We have to get close to this force, to this awesome energy. By sacrificing your egoistic negativity and ego. من چطوری میتونم kindness رو practice بکنم وقتی که به فکر خودم نیستم؟ How can I practice not judging others? وقتی که I learn, you know, که everybody has God's, everybody has God's creation, everybody has God's power. چطوری میتونم balance تو زندگیم بیارم که not to be too greedy. چطوری میتونم امونا سرتنتی داشته باشم؟ When I sacrifice my selfish desire, همینطوری شالوم و همینطوری یسو. That's the whole purpose of sacrificing your selfish desire or negativity is to get close to that awesome energy. این انرژی که وارد میشکان ما شده اولباله، ولی باید این اگویستیکیمونو بزنیم بیرون. We have to فروتن بشیم. We have to be humble که بتونیم ازش استفاده بکنیم. بعد یک قسمتی که از زوهر صحبت میکنه اینه که ما همیشه یاد گرفتیم که میگیم fight your ego, fight your negativity, fight this, fight that. میگه life is not about fighting. ما که همش نمیتونیم بجنگیم با نگاتیو اسپکت هایی که داریم. این جنگیدنه بالاخره یک هدفی باید داشته باشه. هدفش این نزدیکی است. اینی که من میخوام نزدیک بشم به این نوره. I want this light in my life. یه مثالی که بزنم میگه که اگه من برم جیم فقط به این پرپسی که بخوام لوز ویت بکنم، I go once, twice, maybe three times and خسته میشم، I give up. ولی اگه یاد بگیرم که انجوی بکنم، لذت ببرم از این جیمه، I keep going، ادامه میدم به رفتن جیم. اگه من دوست دارم والانتیر بشم فقط به خاطر این باشه که یاد گرفتم که از خودم بگذرم، میگه دست ندیناف، باید یاد بگیری که لذت ببری از این والانتیر شدن. وقتی که ما لذت میبریم، این لذت، این نور و این لایت و این بلسینگ رو تو زندگی خودمون میاریم، هدف اونه. You fight negativity in order to bring light within yourself. نه اینی که فقط هدف من fight باشه، جنگیدن باشه با این نگتیویتیه. I'm fighting to remove a negativity in order که این light and blessing رو بیارم جاشو پر بکنم با نور، با light خدا and our creator. حالا این consciousnessی که ما باید داشته باشیم برای اینی که ما بخوایم نزدیک بشیم، بخوایم how I want to get close, how I want to destroy, how I want to fight this negativity. این نگتیویتی که در من هست چطوری میتونم باش اپروچ بکنم. It's so amazing که اصلا زوهر مثل یه brain surgeon، like a brain surgeon میاد تموم تا
تات سیستم فکر ما رو، مایند ما رو قشنگ جدا میکنه و میگه که اصلا این فکر ما چطوری کار میکنه. این how this our mind works. I was amazed که این نالج، این wisdom is in a book of Zohar که how it describe، چطوری describe میکنه مایند ما رو. زوهر میگه که we have this consciousness. ما over and over راجع به consciousness صحبت میکنیم. میگم consciousness is everything. consciousness که چطوری من به دنیا اپروچ میکنم. How is it working؟ از کجا میاد؟ میگه که اول از belief system شروع میشه. belief system. میگه اول من یک بیلیف سیستمی دارم که مایند من، فکر من، اپروچ من به دنیا با اون بیلیف سیستم هم شروع میشه. Then it's desire and intention که میشه where I'm going، هدف من تو زندگی چیه؟ هدف من فقط is just working, making money, having a family, that's it. اونی که I have other desires in my life. سومیش هم از thoughts. بعدش هم this is lead us to our heart. به قلبم. I'm gonna explain everything. چیزی که زوهر میگه این فکر ماه، مایند ماه که ما رو به همه جا میرسونه. اگه من یه سپیچی دارم، سپیچ نگتیویتی دارم، is coming from my thoughts. اگه اکشن نگتیوی من میکنم، the source of it is my thoughts. اگه من یه فکری بدی دارم، again, این thoughts is the employee of the desire. Employee of desire is the employee of the belief system. But correction ما is not the correction of mind. Correction ما is the correction of heart. میدیم تورا اول و آخر حرفش اول با بت شروع میشه، آخرش با لامه تموم میشه، میشه لیو، heart. تورا اومده که قلب ما رو کرکت بکنه. We don't have a problem with wisdom. همینطوری که گفتم ما همه کسی میتونه wisdom به خودش وارد بکنه. Anybody can learn wisdom. Problem ما is our understanding, is our heart. Heart is about love, kindness, caring, sharing, unity. This is where the heart comes. حالا این heart ما چی افکتش میکنه؟ Is my belief system, my desires and my thoughts. اگه من این have the right consciousness, is gonna lead to the right heart. اگه این consciousness من نگتیو باشه، then I'm gonna have a negative heart. Positive heart گفتم دوباره kindness, love, caring, sharing. And the negative heart is like I'm selfish. همه چیزو برای خودم میخوام. حالا there is a six. چیزی که زوهر توضیح میده، میگه که there is a six ways که ما میتونیم یاد بگیریم چطوری to have the right consciousness. یکم جمله‌اش تورانیه، ولی I recommend که بنویسین، ولی خب ضبطن میشه. اگه خواستین بعداً استفاده بکنین از ویدیو. پس همه متوجه شدن where we are. ما میخواییم به جایی که میخواییم برسیم، جایی که این پورشن میخواییم ما رو برسونه، که قلب خوبی داشته باشیم. We have an understanding heart. In order to have an understanding heart, باید consciousnessمون رو درست بکنیم. Consciousness هم درست شده از سه تا چیز: belief system, desire, intention and thoughts. But باس همه اینا is the belief system. باس تموم فکر و desire is the belief system. And thoughts خودشون manifest میکنه by feelings and emotions and moods. پس if I have the right belief system, mood من خوبه. I have a good feelings and I have good emotions. As the source, چیزی که ما میخوایم کرکت بکنیم is our belief system. ما الان هممون چند سالی که شروع کردیم، من اومدیم تو راه تورا و زوهر، belief systemمون رو عوض کردیم. Obviously که زندگیمون هم عوض شده. When you improve your belief system, then زندگیمون هم improve میکنه. There is six ways to improve our belief system. بیاین یه قسمت از زوهرم دوباره بخونیم راجع به این بیلیف سیستم
که میگونه هممون میگونه get the help که چطوری بتونیم این بیلیف سیستممون رو کورکت بکنیم. راحت بشین لطفاً. We're gonna read from Vaikra portion 73, how to improve our belief system. And by reading this, it's gonna help us to understand it better. Me'an da'ati le'ola, kula t'achar ve'lon nukva, begin the ola, ola al ha'lev v'day. Ve'ishtamuda me'an de'kayim al ha'lev, u'begin kach salka le'ila ve'kula t'acharim. ועלדה פתח קרה ברישה בעולה יתיל מכל שאר קורבנים דהה מחשבה רישה דחולה. All that is brought as a burnt sacrifice is male, not female, because the burnt sacrifice rises above the heart. Surely it is above the heart to which thought is higher than the heart. It is known that what is above the heart, namely thought, for thoughts, Chokhmah is considered male and the heart is a female, namely Bina. This is the secret of the understanding heart as it's received from Chokhmah. The burnt sacrifice does rise higher and a male exclusively. The verse therefore began with the burnt sacrifice rather than the other offering because thought is the beginning of everything. چیزی که زهر توضیح میده میگه فکر ما, consciousness ما is the beginning of everything. آدم سلامتی، موفقیت، anything in your life، هر چی که ما تو زندگی ما بخواییم بهش برسیم با consciousness، با thoughtمون، با فکرمون شروع میشه. و الان چیزی که we gonna cover the six steps که چطوری میتونیم to have the right consciousness، to have the right belief system. یک جمله میگم که is the negative و از این شیشتا I'm sure هممون لااقل دو ستاشو بلیف سیستممون داریم. انشالله اینه که بتونیم سویچش بکنیم از نگتیو به پازیتیو. اولین جمله هست، اولین بلیف سیستمی هست که ساتان به ما میگه که have this belief system is I love and respect myself only if I accomplish something. میگه که من خودم رو دوست دارم وقتی که فقط وقتی که من به یه جای رسیدم، یه چیزی accomplish کردم. How you say accomplish in فارسی؟ به دست آوردم. اگه مثلا من خودم رو دوست دارم وقتی که به یه تایتلی برسم، به یه پولی برسم، به یه مقامی برسم. من خودم رو دوست دارم اگه I'm gonna be extremely beautiful. این ساتانه کانسلر به ما میگه که وقتی خوشحال باش، وقتی دوست لافت و زندگیت بیار، وقتی که به یه چیزی اچیف شدی. میگه no, not necessary. ما هیچ وقت این احساس نباید داشته باشیم که I'm a nobody, I'm a zero. I'm not a zero. درسته که ما هممون lack داریم، درسته که هممون یه کمبودی داریم، ولی we have room for improvement. ما فقط نباید خودمون رو دوست داشته باشیم وقتی که we are a big shot. حالا what is the right sentence to say؟ اون جمله بود که اون belief system بود که ساتان به ما enforce میکنه. حالا بیلیف سیستمی که نور به ما میگه که باید این رو ریپلیسش بکنم. اون جمله هست میگه I love and respect myself for who I am. میگه من خودم رو دوست دارم exactly همون آدمی که هستم. درسته که ما we have lacks ولی the light of the creator، نور خدا تو همه ما هست. There is a purpose for who I am. ما constantly گولو چشمون رو میخوریم. We see people که از ما شاید پولدارترن، شاید موفق‌ترن، شاید تایتل بهتری از ما دارن، شاید maybe they are better looking. ولی این درسه میگه نه، بیلیف سیستمی باید داشته باشی که You love yourself for who you are. برای همون جابی که داری. نه نسسره همه باید معلم باشن، نه نسسره همه باید دکتر باشن. Everybody has his own purpose and his own job to do. And you have to love and respect yourself for who you are, for the job that given to you. That was the number one belief system. Is it clear? همه متوجه شدن? What's going on? Okay. حالا number two. جمله‌ای که ساتان به ما میگه، جمله‌ای که اون belief systemی که ساتان به ما enforce میکنه اینه. میگه receiving for myself alone gives me pleasure and security.
میگه که من همه چیزو فقط برای خودم میخوام. I want everything for myself. But this is the biggest sin. This is the biggest mistake of humanity. که هر کسی همه چیزو فقط برای خودش بخواد. و اگه هم نگیر، اگه به اونم بهش نرسه، I'm not happy if I don't receive the maximum love, if I don't receive the maximum title, the maximum dollar amount, I'm not gonna be happy. پس self alone وجود نداره. We are here in the same boat and it's all about this system is all about love and care and sharing. حالا جمله ای که باید اون بیلیف سیستم رو باش عوض بکنیم، جمله ای که لایت به ما میگه giving and receiving for the sake of sharing bring me lasting fulfillment. میگه وقتی که من اون maximum fulfillment, the lasting fulfillment یک میتونم بهش برسم، وقتی که هرچی که دارم بتونم شیرش بکنم. It's my wisdom, it's my consciousness, it's my money that I have, whatever I have, whatever, anything که the light give me, if I can share it, that's gonna bring me happiness. بعد اون ستانه چی میگه؟ میگه که اگه اون چیزی که من میخوام نگیرم، I'm not happy. خب یک آدمی تو این دنیا هست که نداشته باشه 100% داشته باشه 100% چیزی که میخواد؟ It's impossible. همه ما we are looking for either health, success, happiness. پس این ستانه به ما اینجا که میگه تا وقتی که اون چیزی که میخواد نداشته باشی، your belief system that you're not happy. No, I'm happy no matter what. Whatever I have, whatever I get, I'm shareش میکنم and that's how I have the full fulfillment. یک فرمول خیلی جالبی هست تو همین کانسپت، میگه که تا وقتی که من همه چیزو برای خودم میخوام، I'm not in control. چون که I'm depending from outside. کی به من چیزی بده، من کی به این برسم، کی به اون برسم، I'm depending on outside. همیشه منتظر چیزی هستم که بیاد منو خوشحال بکنه. ولی نوره چی میگه؟ میگه وقتی که تا وقتی که من I'm a giver, I'm in control. من دارم زندگی من کنترل میکنم. If I give a smile, if I give my time, اگه وقتم رو برای کسی میذارم، اگه والانتیر میشم، I'm in control. اون هپینسی که دنبالش هستم خودم برای خودم create میکنم by giving. I create happiness for myself by giving. If I'm gonna be happy by receiving, but I have to wait and see who's going to give me something. Is it clear? It's so beautiful that by giving, you control your happiness. By waiting to receive something, other people are going to control your happiness. The third point. دوباره یادآوری میکنم که هدف ما اینه که نزدیک بشیم به کریئتور، نزدیک بشیم به اون لایته. نزدیک شدن is by sacrificing. By جنگیدن با نگتیویتیمون، جنگیدن با نگتیو بیلیف سیستم. بیلیف سیستم روی دیزایر ما اثر میذاره، دیزایر ما رو فکر ما اثر میذاره و فکر ما is a direct control of our heart. هارتمون هم is all about love and kindness and مهربونی and unity. سومین بیلیف سیستم چیه؟ میگه when I don't receive approval from others, it makes me feel empty and insecure. این بیلیف سیستم ساتانه چی میگه؟ میگه من همیشه باید یه اپرووال بگیرم از کسان دیگه. Should I repeat it again? میگه when I don't receive approval from others, it makes me feel empty and insecure. میگه constantly من منتظرم که همه بگن که yeah, you are the right, you are doing the right thing, you are saying the right thing. همیشه منتظر هستم به من بگن thank you did a good job. میگه that's the Satan thinking. That's a Satan belief system. What is the right belief system? What is the light belief system? I feel the light in me even when others do not. میگه من همیشه این نور رو تو خودم حس میکنم اگه هم هنوز منو criticize میکنن. If I don't get approval, اگه people don't say thank you to me, I'm not looking for the thank you. ما همیشه تو کبلا یاد میگیریم که ما یه کار میکنیم، یه خوبی میکنیم، از خود گذشتگی میکنیم with no reward, with no acknowledgement, with no approval for anybody. میگن که آدم یه کار میکنه به راه خدا، به آدم هیچ توقعی ما نداریم برای approval.
پس the right belief system is I feel the light in me even when others do not. What is the fourth? The fourth چهارمین مرحله که ما میتونیم belief systemمون رو عوض بکنیم. ساتان چی به ما میگه؟ میگه که when I recognize negativity in me I feel vulnerable and disconnected. میگه وقتی که من find out میکنم که یک نگاتیو اسپکتی دارم، I'm jealous، I'm stingy و I'm angry، میرم تو depression، میرم تو sadness، خودم رو میخوام disconnect بکنم، میخوام اون نگاتیویتی رو یک کلمه میگه بریش بکنم، قایمش بکنم. I want نمیخوام راجبش حرف بزنم، میخوام مثل پوری I'm going to pretend I'm somebody else. برای سوله چی میگه؟ میگه the light consciousness, the light belief system چی میگه؟ میگه که when I recognize the negativity in me, I celebrate the opportunity to get closer to the light. میگه it's like a party. وقتی یه استودنت کابالا find out میکنه که negativity تو خودش داره، celebrateش میکنه، میگه واو، حالا که من find out کردم مشکلم چیه؟ I'm gonna fix it. اگه لاشونرای، I'm gonna stop it. I'm angry. اگه هیت توم هست، اگه I'm a controlling person, if I have too much ego, a student of Kabbalah celebrated, he threw a party, میگه wow, I'm so lucky که find out کردم, حالا I'm gonna fix it, I'm gonna work on it, I'm not gonna bury it, I'm gonna bring it up. که دوباره میشه همون کانسپت اقرار کردن, sharing and talking to a friend, talking to a teacher, که I have this fault. How can I fix it? How can I work on it? با قایم کردنش ساتان به ما میگه قایمش کن. ولی نو میگه the light says bring it out. Bring it out. ببینید این نگاتیویتی این ساتانه از خداشه که ما مشکلامونو قایم بکنیم. ایشوامونو قایم بکنیم. چون که برنده است. یه کلاس داشتیم. گفتیم وقتی که دست این ساتانه رو میشه اون موقع میبازه. وقتی که ما ریویلش میکنیم، وقتی که میاریمش بیرون اون نگاتیو اسپکتی که داریم خود به خود دیستروی میشه. دیدین اینه که میرن کلاس الکال انانماس، اولین چیزی که میگن my name is this, I'm alcoholic. So وقتی که میگی که what is your issue, what is your problem is the first step to destroy it. اولین استپیه که از بین ببرش. دیگه به قول معروف دست ستان رو میشه. اون ستان پاورفوله وقتی که قایمه، وقتی که نمیتونیم ببینیش. What is the fifth one؟ پنجمین belief system این چیه؟ Again، تموم we are working on this belief system که رو هارتمون کار بکنیم، رو قلبمون کار بکنیم، یه قلب پاک و خوب و مهربون پر love داشته باشه. The fifth sentence is که چیزی که ستان به ما میگه، میگه when things don't go my way I don't feel secure and protected. میگه وقتی که تو زندگی که چیزی که من میخوام نمیشه، من I want this, I want that, ولی it doesn't happen. بعد این سانتانه کانسلی به من میگه که ببین پس you are not getting what you want, so don't be happy about it. چیزی که برای ما سدنس میاره، دیپرشن میاره، چیزی که دوباره ما رو کوچیک میکنه. حالا what is the right sentence؟ what is the light به ما چی میگه؟ how we should have a belief system؟ when I do my best to connect to the light I feel the guidance and protection of the light at all time. میگه با تموم کمبودا، با تموم چیزایی که من تو زندگی اچیو نمیتونم بکنم یا بهش نمیتونم برسم، I'm connected to my کنیسه، I'm connected to my friend, to my Shabbat, to my holidays, to my class. This connection is going to bring me fulfillment and happiness and certainty. The sixth, ششمین چیزی که belief systemمون رو باید عوض بکنیم هست. That's the last one. چیزی که ساتان به ما میگه، میگه if I completely open myself to love, I will feel vulnerable. میگه که هیچ وقت 100% لاوتو نشون نده. چیزی که ساتان میگه، میگه همیشه hold back. میگه من I love you ولی 50% when I'm comfortable, when I like it, when it's on my terms, when I'm comfortable.
بعد بعضی وقتا ما ها هرت شدیم قبلا و می گیف تو ماچ لاف تو سامبادی، اونم دوباره ما رو بلاک میکنه. ساتانه فوری میاد به ما ریمایند میکنه، میگه تو یه بار هرت شدی، سو دون شو تو ماچ لاف. چیزی که the creator، چیزی که نور به ما میگه، the light به ما میگه to have the right belief system is giving love and warm 100% all the way will bring love and joy in my life. میگه وقتی که من 100% love میدم، unconditional love، it's not depend to anything، not to my comfort، not to my agenda، not to my schedule. وقتی که I give 100% love، I have 100% love. I have all this joy and happiness in me. این لاوه شب و روز حالش نمیشه، خستگی حالش نمیشه، راه دور حالش نمیشه، unconveniently حالش نمیشه. When I give 100% love، I become the اون لاوی که دنبالش هست. That was in general، گفتم کتاب ویکرا، کتاب جدید شروع میکنیم، is all about getting close to the light، getting close. ما این لایته رو گرفتیمش، we have it، حالا چطوری میتونیم استفادهش بکنیم؟ و by having the right belief system، the right consciousness، the right desire، thoughts، که ما رو میرسونه به یه قلب خوب و پاک. چیزی که جالبه که این شبات هم بیاین همه با هم نگاه میکنیم، کلمه ویکرا، این کتاب با ویکرا شروع میشه، این پورشن با ویکرا شروع میشه، آلفش کوچیکه، there's a small aleph in it. که این aleph هم again standing for being humble، آدم فروتن باشه. اولین چیزی که این کتاب با شروع میشه is a small aleph، که میگه با فروتنی، با humble بودن، با sacrifice ego، با sacrifice negativity، ما میتونیم نزدیک بشیم به این نور خدا. بعد کلمه ویکرا هست به معنیش هست صدا کردن، یعنی صدا کردن. Who's calling who؟ Oh by the way this is Moshe's birthday today. بعد موشه رابنو، نه که فقط یک انسان بوده، کلاس قبلی با تون شیر کردم، موشه رابنو is standing for wisdom، understanding and knowledge. اگه ما میخوایم به قدرت موشه کنکت بکنیم، باید wisdom، understanding و knowledgeمونو بیشتر بکنیم. And موشه bring us healing، Moshe bring us success, he bring us leadership, he bring us certainty, is the chariot for certainty and پیروزی and موفقیت. پس این الف کوچیکه، there is at least there is many من لااقل 10 جور راجع به این الف کوچیکه شنیدم که what's the meaning of it and there is more and more into it. میگه که پرشا اینجا شروع میشه که ویکرا ال موشه، میگه خدا موشه رو صدا کرد. بعد this is the last lesson and we're going to end the class. میگه که یه وقتی که ما صدای موشه رو میشنویم و وقتی که من الف کوچولوه هستم، when I'm that little guy، اگه I'm a pretend that I'm a big guy، you know I'm a full of title، full of ego، این صدا رو من نمیشنوم. I'm not gonna hear it. I'm gonna only hear it by being the small guy, the humble guy, the loving guy, the caring guy. کسی که نگتیویتیاشو سکریفایز کرده. یه لسن دیگه که راجع به آلفه میتونم با تون شیر بکنم اینه که میدونیم تورا با بت شروع میشه، right؟ ولی در حالی که آلف is the first letter، این الفه انقدر هامبل بوده که خودشو میشه که کشه کنار، میگه که بذارین بت تورا با بت شروع بشه. بعد میاد خودشو دو تا کتاب دیگه، نه حالا جمله بعدی کتاب بعدی، خودشو دو تا کتاب دیگه نشون میده. پس اون درسی، اون ویزدوم، اون چیزی که میخواستی، نتیجه که میخواستم باش برسیم اینه که the only way که ما بتونیم این نوری رو که به دست آوردیم و تو زندگیمون ببینیمش، understandش بکنیم، بفهمیمش، is by being the humble guy.
این کلمه هامبل تو تموم فروتن، تو تموم کالچورها همیشه ازش صحبت میکنم. The only way که این نوره رو ما بتونیم بفهمیمش، بیاریمش رو زندگیمون، is by being humble. نه اینکه خدای نکرده که ما خودمونو هیچ کس زیرو بدونیم، نو. As a Kabbalist you want it all. You want all the wisdom, you want all the wealth, all the happiness, ولی with the humbleness. Thank you very much. I'm sorry کسی که دیر اومدن، ولی that's about the class of tonight. انشالله که کلاس خوبه بوده. You enjoyed it. اگه سوالی دارین